بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. طلب باران کرد. این واقع میدان تی هست. در اون میدانی که سرگردان بودن برآمدن نمیتونستن. 40 سال در اونجا سرگردان باقی ماندن. چرا؟ 40 سال در اونجا باقی ماندن. به خاطری که این مردم که هر قدر موسی علیه السلام ترغیب میداد که میریم جهاد میکنیم، این مردم ها زمیرشان غلام تربیه شده بود. هر قدر که تشویق میکرد باز امو خوف و حراس و رعب فرعون در قلب این مردم موجود بود. ترغیبات موسی علیه السلام سرشان تاثیر نمیکرد. الله تبارک و تعالی امی قوم در میدان تی امی طور گذاشت. حرکت میکردن که ما از دشت میبریم، باز نزدیک میشن که ولی از دشت میبریم. خو میکردن سبا پس میخیستن که در مابین دشت است. باز دیگه حرکت شروع میکردن. 40 سال کلانایی که در زیر بیگار فرعون کار کرده بود کلش وفات کرد. جوانایی در اینجا آل تولد شد و جوان شد و پیدا شد در دشت و بیابان. نه ترسی پاچا سرش بود، نه ترسی پولیس، نه ترسی کسی دیگر. با مجرده که موسی و هارون علیه السلام هم وفات کردن، یوشع علیه السلام در وقت پیغمبر بود، دعوت داد به سوی جهاد، کلگی آماده جهاد بود. ذهن که تربیش و آزاد و همیشه در جهاد آماده است. امروز جنگا در کجا خیلی قوی است؟ کدام منطقه تسلیم به کسی نمیشه؟ جنگالی در سرحدات زیاد است. در سرحدات چرا زیاد است؟ و منطقه بیگارکشی حکومت نکرده، سیاست حکومت سرشان نامده، زمیری از وا آزاد تربیه شده، از دو خاطر آلی به کسی تسلیم نیست، به کسی تسلیم نمیشه. مجاهدین خوی نکته ها را میفهمه که کدام منطقه حمایه میکنه، کدام منطقه در این مورد شعور و احساس خیلی بالا داره. و کسی که در کابل همیشه زندگی کرده و در مقابل تانگ استادگی میشه، استادگی میکنه؟ نه، ماموری دولت هیچگاه در سنگر رفته نمیتونه. چرا؟ او همیشه امو یک سیاستی رئیس او رئی طور کرده که مش گشتان داشته دیگه، هیچ نمیشه در مقابل رئیسی خود بخیزه. همه کسی که چوپانی کرده که برش بگوی در مقابل رئیس بخیز، دستی همو چوبی خود همه گیره، نگه که در کجایش بزنم، در کدام فرقش بزنم. راه مبارزه و این مقابله را کسی میتونه که ضمیرش غلام نباشه، ضمیر فکرش غلام نباشه. تا وقتی که فکر آزاد نشوه جهاد شده نمیتونه. اینه یاد داشته باشید. از همون خاطر است اولین ندای اسلام برای بشریت لا اله الا الله هست، که بجز از الله به کسی دیگری تسلیم نشوی. مفکوره آزاد داشته باشی، عقیده آزاد داشته باشی، او وقت تو باز مقابله میتونی. در غیری از او همیشه غلامی مردم دیگه است. همیشه فقرا غلامی اغنیا را کرده، مردم دیگه سردمدارا را غلامی کرده. اما کسی که ذهن آزاد داره او مقابله میکنه. تو انسان، من انسان، چرا ما به تو سجده بکنم؟ چرا؟ باید کل ما نظام الله را بپذیریم، به الله تسلیم شویم. امین ندای اسلام است. اینجا در دشت تی ضرورت پیدا کردن به آب. چی درسای عظیم از قرآن بر ما میده؟ آلی از کجا طلب کنه؟ دشت و میدان است. در ظاهر هیچ اسباب آب وجود نداره، هیچ اسباب آب وجود نداره. امی بنی اسرائیل با وصف امی قدر بی‌ادبی و گستاخیشان بازم میدانه که مشکل ما را حل کردنی الله تبارک و تعالی است. خوب با واسطه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم موسی علیه السلام وجود داره، آمدن از پیشش طلب آب کردن. در زمان پیغمبر علیه السلام هم استسقا به می سیستم بود، طلب دعا از پیغمبر بود. حدیث مشهور است، پیغمبر در سر منبر در جمعه خطبه ایراد میکرد که اعرابی داخل شد و شکایت کرد، گفت یا رسول الله حیوانات هلاک شد، انسان ها در بدر شده، آب وجود نداره. پیغمبر در عین خطبه دستای مبارک بالا کرد، طلب آب کرد. تا که مردم از مسجد نبرآمده بود، تا میبرآمد وقت دنیا را یک دم آب گرفته بود. یک هفته باران شد، امو اعرابی در بعضی روایت ها میتر آمده، پس داخل میشه باز به پیغمبر سوال میکنه که یا رسول الله مردم تنگ آمده از باران. پیغمبر باز دعا کرده، او دعا میکرده که علی الاودیت والآکام، یا الله در دشتا و در تپه ها الله تو باران نببار.
صحابی خودش در این حدیث میگه که ما از نماز فارغ نشده بودیم، دیدیم که ابرا قاش قاش شده، افتا و از پیشش معلوم شد. استسقا زمو خاطر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حتی که قائل به نماز استسقا نیست، اما در حدیث نماز استسقا ثابت شده، ولی قول امام صاحب قابل اعتبار نیست. حدیث پیغمبر که ثابت شد، شاگردش مخالفتی امام کرده، ببینه و جناب حنفی صاحب بیا برو، ولی برای من چه جواب میگی؟ استاد میگه امام ابو حنیفه رحمت الله نماز نیست، شاگردش میگه نماز است، قول کدامش میگیری؟ اگر تو قول استاد اعلام کنی از شاگردان میگی بی ادبی کردی، تو خو میگی که امام اعظم است، از او کده دیگه بالا نیست، چرا علی قول شاگردایش میگیری؟ نه، اگر بگوی که قول شاگردایش به خاطر از این میگیرم که موافق حدیث است، من دیگه دعوا ندارم، من امیر برتون میگم که هر سخن موافق حدیث بود امر عمل میکن. هزار کس کی بود، اگر از امام ابو حنیفه بود، اگر از امام شافعی، اگر از امام ابو یوسف بود، اگر از احمد حنبل، اگر از امام اوزاعی بود، اگر از امام ثوری، هزار کس کی بود که موافق حدیث پیغمبر بود امیر میگیری؟ دعوای ما خود دیگه چیز نیست. یه تو چه میگی دای مولا؟ از امون خاطر طلب باران هم به نماز شده، اکثر اوقات به دعاها شده. زمانی که پیغمبر وفات کرده، منطقه قحط سالی آمده، عمر رضی الله عنه پیش کی میره؟ بگه عباس رضی الله عنه. برای شمی طور میگه که ما در زمان پیغمبر وقتی مبتلا به قحط سالی میشدیم، پیش پیغمبر میامدیم، پیغمبر دعا میکرد باران میشد. آلی تو به پیغمبر خیلی نزدیک هستی، کاکای پیغمبر هستی، دعا بکن. بدبختا برای توسل به ذوات فاضله این حدیث دلیل میاره، میگه سیکو اونجا از عباس را در آنها طلب شده، عباس را در آنها آدم زنده است، طلب دعا شده، طلب دعا از آدم زنده وسیله شرعی است. ما برای تو میگم مرا از دعا فراموش نکن، تو آدم زنده استی دعا میکنی. اگر توسل به ذوات جایز میبود، ذات پیغمبر خیلی بگوی شرافت و منزلت و مرتبه داره، یا عباس را در آنها، ذات پیغمبر عمر بن قرار در خانه خود میشیست، دستای خود بالا میکرد، تو وارد دعای بدعی میکرد که یا الله بروی پیغمبر، یا الله با برکت پیغمبر، یا الله با مرتبه پیغمبر سر ما باران بکن. چرا بیکار نکرده؟ این خود در این حدیث دلیل بالای توسته، تو اصلا معنا و مفهوم حدیث را بفهمی. اگر مفهوم حدیث را بفهمی، تو درک میکنی که طلب باران چه قسم است، توسل به ذوات جایز است یا نیست. اگر جایز میبود عمر رضی الله پیشی عباس رضی الله نمیره، طلب باران نمیکرد. در شریعت سابقه هم قوم موسی علیه السلام پیش کی آمده؟ موسی علیه السلام آمده و خود در دشت است بالا نکرده، ای تو نگفته که یا الله بروی موسی علیه السلام که پیغمبری تست در بین ما موجود است، تو باران سر ما بیار، آب بر ما پیدا کن. کرده میتور دعا؟ نکرده. قوم آمده به موسی علیه السلام، موسی علیه السلام زنده است و موسی علیه السلام دعا کرده. ای مسلمان، آیات قرآن برای تو درس میده، حدیث پیغمبر درس میده، ولی بازم پای سر نمی آیت و حدیث میمانی و میگی مردم دعوت به شرک میدی. دعای یک دم دعاهای بدعی است. تو در یک دعای پیغمبر برای ما ثابت کن که پیغمبر گفته باشه که یا الله بروی ابراهیم خلیل الله، یا الله بروی موسی علیه السلام. همین قدر قرآن کریم پر از دعاست، دعای پیغمبر است، دعای تابعه داره پیغمبر است. در یکی شما پیدا کنی که بروی به منزلت و به برکت باشه، پیدا کنید دمی دعاهای قرآن کریم. این قرآن برای تعلیم ما هست یا نیست؟ ما باید همه چیز از قرآن یاد بگیریم. در کدام دعا همین چیزها را پیدا میتونی؟ او مسلمان، چرا رای غلطه به مردم نشان میدی؟ مردم دعوت میدی به قبر پرستی، چرا؟ وسیله گرفت. ما خود در قبر نمیریم، از پیش مستقیم طلب نمیکنیم، وسیله میگیریم. خود تو وسیله گرفت و نفر دیگر جاهل است و از عین قبر طلب میکنه، به هزاران نفر از قبر طلب نمیکنه. راستتان بگه آلوچک ننداخته؟ در مابین آلوچک امونجا سنگک نخوانده، شور نمیده که ای قبر آمده اولاد بده، بچه بده. همینطور میگه ای از دست تو ملاسته، در روز قیامت به الله جواب میده که ما میگیم بیای از الله سوال کنیم، او تو مردم دعوت میدی به قبر پرستی، نعوذ بالله که از قبر سوال کنیم، باز به الله جواب میده. قابل یادآوری است در آن وقتی که طلب باران کرد موسی علیه السلام، خودش توان داره که باران بکنه، آب پیدا بکنه؟ لقومی، برای قوم خود الله میفرمایا فقل نما گفتی میدرب، معجزه به اختیار کیست؟ الله. کی صادر میکنه؟ موسی علیه السلام میتونست که آب برشان پیدا کنه تا کی توجه به الله نکرده و الله فرمان نداده باشه. فقل ندرب، ما گفتیم بزن به عصا که به امرای همسای خود، عصای خود الحجر سنگ، مراد از عصا همو عصای است که در یک وقت اجدها میشه. الله تبارک و تعالی معجزه موسی علیه السلام گشتانده بود در موقع ضرورت،
در بحر میزدونه بحر پاره شد با فرمان کی؟ الله. اونجا در میدان منداختش دهار شد با فرمان کی؟ بی فرمان الله یا با فرمان الله؟ با فرمان الله خود نه. یکی حجر کدام سنگ است؟ میگه امو سنگ است که موسی علیه السلام کالای خود سرش مانده بود بازو فرار کرد. موسی علیه السلام از پیش چی از پشت سرش دوید، حتی قطع عصام زده بود، امو اثرات زدن عصای موسی علیه السلام هم دوست زنگ بوده. این حدیث در بخاری هم ذکر شده، بلکل درست است. یک کسی یک روز اینجا آورده بود، خب اونجا چیستا مچم گریان و چی کرده بود که نفر یا نفر دزدی کرد کالایش. این گپ غلط است. نیسری سنگ کالای خود مانده بود غسل میکرد، اما سنگ یک دفعه در حرکت شد و موسی علیه السلام از پشتش رفته بود. مفسرین با قول از کسایی که سیاحین است نوشته میکنه که این سنگ فعلا هم وجود داره. تفسیر ماجدی این نوشته کرده که در یک مقام است وادی لیجان هم داره که خیلی وسیع دشت و بیابان است، نزدیک رأس صفصفه، یعنی صفصفه یک نام کوست در سری از اوست، تقریبا 10 یا 15 فوت بلندی داره و یک طرفش همی ترمایل است. اونجا 12 سوراخ از پیشش معلوم میشه که چشمه برآمده بود. فن فجرت من حسنتا عشرتا اینا برآمد زیاد. در دیگه آیت میه فن بجسد، اول شروع شده بود کم کم، خب پسان خیلی زیاد آب برآمد، 12 چشمه. اینجا عجیب، از یک طرفی نشانه و دلیل بالای وحدانیت الله و قدرت الله است. یک سنگ خرد چطوری قدر آب گنجایش داشته باشد که همه روزه به مردم به مقدار ضرورتشان جاری میشه؟ یا از کجا میشه از ما بین سنگ خوش یا با کی پیدا میکنه؟ الله تبارک و تعالی به انسان ها میگه انسان در پیش روی تو دو قسم چیز هست. یکی که همیشه در پیش روی تو صورت گرفته او امور عادی برات معلوم میشه، یکی امور است که در پیش روی تو صورت نگرفته او را تو امور غیر عادی میگی. خب پیش الله تبارک و تعالی کل امور چی است؟ عادی است، غیر عادی نیست. در پیش تو اگر در کوه از کوه چشمه روان شا باز میگی اونجا برفا شده بود و آب در زمین رفته، از اونجا باز این آب برآمده. لیکن الله برات میگه که نه، ای خود تو میگی، خو الله ای قدرت داره که سنگ در میدان باشه، هیچ چیزم در زمین چسبیدم نباشه، اما آب روان باشه. از یک طرف نشانه قدرت الله، از طرف دیگه معجزه کی؟ موسی علیه السلام. از طرف دیگه نعمت بزرگ بالای قوم. قوم باید بدانه، قوم باید علی درک بکنه که الله در این دشت بیابانی خالی چه قسم آب برشان پیدا کرد. علی قدم به قدم باید تابعداری کی را بکنه؟ موسی علیه السلام را بکنه. اما قوم طور نیست. 12 چشمه روان شد. چرا 12 روان شد؟ 12 قوم بود. این امور انتظامی میگه. قومیت یا چیست لحاظ قومداری در بسا امور ضروری است و باید شوه و در بسا امور باید ضروری نیست. در بسا امور کدام است؟ اگر ما یک چیزی آمده تقسیم میشه باید به قوما حواله بکنیم. روزا معلوم شوه، ساعتا معلوم شوه، نه وقتی مردم زای شوه، نه کشمکش و جنجال شوه و نه ازدحام شوه که مردم تکلیف ببینه. از امو خاطر است ای را امور انتظامی میگه. در امور انتظامی لحاظ قومیت بالکل مطلوب است. حتی در مسائل سنگر جهاد اگر هر قوم علایده سنگر میدی ای بسیار رول مهم داره. چرا هر قوم میگه که از قوم دیگه کرده چی بکنم شما؟ سبقت بجویم. در این طور جاها انتظام میایه، معلومات حاصل میشه، غیر حاضر و حاضر معلوم میشه، در اینجا ازدحام نمیه، وقت جایی نمیشه. در این طور جایا مسئله قومداری یا صنفبندی ای کلش مطلوب است. اسلام این را رد نمیکنه، اما در مسئله که مقابله شروع میشه ای که کار انجام میدی، حکم الله را انجام میدی، اگر قومیت باشه انجام میدی، اگر نباشه صدقه در وقتی میکنی که در تنظیمیت باشه. اگر در تنظیم باشه صدقه میکنی، اگر در تنظیم نباشه باز صدقه در حالی که شده میتونه از تنظیم تو کرده یک کسی دیگه خوب فعالیت دین بکنه، خدمت دین بکنه. اینی ترکارا باز مسئله تنظیم و قوم نعوذ بالله باز او چیستا؟ بدبوییستا. پیغمبر برش منتن نگفته، یعنی عصبیت قوم برستی یک چیزی بدبوست نعوذ بالله. قطی مردم تنظیم جنگی ما را تباه و برباد کرد یا نکرد؟ صرف بخاطر ازدی که تو جمعیت هستی، تو از تو اتحاد هستی، تو حرکت زدن ما بین خود زدن یا نه؟ چی وجه داشتن که باید یکی دیگر را قتل بکنن؟ یک وجه شرعی را یک عالم پیش کنه که همینجا کشتن جایز است؟ اما بزرگترین وجه را که بیان میکنه میگه که این سری منطقی ما تعرض کرده. سری چی؟ سری منطقی تو تعرض کرده. چی رقم اینو لی تو دفاع میکنی؟ منطقی تو دفاع کن، اما قتل برای درست است؟
نگذار که داخل منطقه شود. بله اگر در خانه تا آمد باز تو مقابله بکن. اونجا خود تو صرف به این خاطر که میری برای کمک اینی منطقه، این منطقه از بس از دو خاطر اگر جمعیت سرش حمله میکنه ما میریم دفاع ازو میکنیم. چرا دفاع ازو میکنیم؟ چی گپ است؟ چی اردویتان میخوای؟ کدام وجه است؟ نیست. اینی نه مردم میگه نعوذ بالله یک دم بدگویی، اینه میره مردم میگه بیدینی. امروز کلی گپای ما سری تعصب عصبیت روان است. مقصد که در کدام تنظیم هستی مصرف میکنی خرچ میکنی؟ خود تنظیمی دیگه که مردم از گشنگی ها میموره یک قطره آب هم دهنش نمیچکانی. این انفاق فی سبیل الله نیست، این جهاد فی سبیل الله نیست، این کار برای فی سبیل الله نیست. فی سبیل الله هر کس که محتاج است ضرورت داره تو باید قطعش کمک بکنی. این گپ نیست. در اینجا انتظام به خاطر ازی بود که وقت ضایع نشود. چشمه معلوم بود، ارقام در چشمه خود برابر استاد میشد قطار، مزاحمت ها نبود. حالی هم بطور است در یک بمبه اگر در سه چار کوچه یک بمبه موجود باشه چقدر خوب میشه. امی مردم بین خود جمع شود که اینی کوچه دو ساعت بری کوچه، این دو ساعت بری کوچه. ساعت ها معلوم باشه مو یک کوچه مردم بیاد. اگر ساعت معلوم نباشه هزار چار کوچه مردم آمده، او بشکه از او را تیله میکنه، او بشکه از او را. نفاق، جنجال، جنگ همه گپا میشن. نه، تقسیمات چه؟ حالی که دولت یک چیزی را تقسیم میکنه، مثلا به طور یک مثال براتون میگم چیستا برای حج. الا چقدر خوب موضوع بود، کلگی داخله بگیره بس قرعه کشی شو، هیچ کس در این مورد چی نداره؟ گله نداره. بس تمام ناما گردوت میشه. بعد از یک نام برای برامد برامد نبرامد نبرامد الله موره نمیگیره. اگر وفاتم بکنه عذر برش پیدا شده که پیشکش نبرامده، الله نمیگیره شد. اما در این وطن ما تا چی اندازه را بدبختی هاسته که هر کس اول داخله کرد، اول داخله شما باور به الله بکنی یک بجه شو مردم در ریاست های حج شو بسترا را برده بود، در اونجا رفته بودن، جنگا شد، قتلا شد. چرا میشه؟ چرا شوه؟ ما ببینیم این نظام و دولتی ماست چه قسم میشه این حالت ها. چرا مردم در حشر انداخته، مردم در تکلیف انداخته، در نوبت تیاره است، کلگی را طلب میکنی؟ نه، تقسیم کو پیش پر تو از حجاج هر ولایت که اول آمد اول، دوم آمد دوم، لیست بچسبان. مردم در وقت تو آدمی هست، نه پیسیشون زیاد مصرف میشه. حالی خوب کل تلفون هست، ولی کجاست همی کار؟ به سطح دولت همی انتظام گرفته نمیشه. لیکن قرآن برای ما درس میده حتی در یک دشت که آب میبره الله تبارک و تعالی از یک سنگ 12 چشمه را میکشه، به خاطر که ازدحام نشوه، وقت ضایع نشوه. هر کس قد علم کل اناس مشربهم، هر کس هم جای آب خورش خود شناخته باشد و متوجه است این نزاع و جنجال نمیشه. کلوا و اشربوا من رزق الله، الله تبارک و تعالی میگم ما فرمان دادیم بخوری و بنوشی از رزق الله تبارک و تعالی. در این مورد سر شما کدام پابندی نیست؟ چرا که الله برای شما پیدا کرده؟ بله، خوراکا و نوشیدنی ها کلش برای ما پیدا شده، آن چیزی که حلال است الله پابندی سر ما نمی کنه. خلیکن امی خوردن و نوشیدن سرچشمه برای فساد نشود. چرا؟ همیشه انسان که طرفو نعمت تراشی بکنه، ای هر چیزا بخوره باز نعوذ بالله در دلش چی میشه؟ میگه شرابم بزنم. باز پسان میگن نه نعوذ بالله زنام باید موجود باشه. در کدام مملکتی که طرفو و عیش پرستیست در اونجا زنا زیاد است؟ این را یاد داشته باشه. قرآن کریم میگه از خوردن نوشیدن شما را منع نمی کنم، خو خوردن نوشیدنی که سرچشمه برای فساد نشود، برای فساد نشود. چرا؟ امی خوردن نوشیدن سرچشمه برای فساد میشه. بخوری بنوشی خوب به اندازه، آن چیزی که مورد ضرورت شماست، اضافه ستانی نکنی. نعوذ بالله نفس آدم تقاضا میکنه خیلی زیاده، پخته میکنی 20 قسم طعام. الله رحم بکنه آلی جامعه ما قریب که دینمی سرحد برسه میمان میکنه کسی را، بجای اینکه یک شروع تلخ پخته کنه ساده بی تکلف، نه خانه به تکلیف، نه تو به تکلیف، نه پیسی زیاد مصرف شده، خوب لذت هم داره او اضافه ستانی هم نمیشه. امروز این گپا رفته یک قدم بیشتر شده، برای فلانی خان تیاری میگیره 30 قسم طعام، او که در یک دست پرتده دو دسته مکمل باقی میمونه، باز اینقدر متکبر میباشه که طعام باز دوباره دست نمیزنه، میگه این دست خورده شده، او را در اشغالدانی میندازه. او روزا براتون گفتم که سبب مریضی مردم هم شده.
ولی نمیفهمی که در مقابلم در پالوی میکیسته. قرآن اینمی تا کدات در هر خوردن و نوشیدن میکنه، چرا که سبب بدبختی اینمی خوردن و نوشیدن است. هر کس که در بستر ناز نعوذ بالله کلان شود، او باز دیگه هر چیز طلب داره، او باز نه آمادگی به این داره که صبح وقت در نماز بخیزه در جماعت بره و نه آمادگی برای سنگر جهاد داره. نه نه نمیتونه. اسلام از همون خاطر این یک تمرین است، روزه تمرین است. ما را آدم آماده میسازه که احکام الله را چه قسم سری خود تطبیق کده میتونه در کل سال. تمرین است بالای ما، ما تمرین میکنیم انفس خود چطور خواهشات خود کنترل میکنیم. ولا تعثوا في الارض نگردید در روی زمین مفسدین فساد پیشه. چه مانا خوردن و نوشیدن تان زیاد میکنه، بازوی را پوره کردن نمیتونه. چندین وقت شد خدا مخته کرده به چند قسم طعام، عالی معاش دلاری است پیش قطع شده، دفتر و دیوان برچیده شد، خارجی ها برآمده، چی باید بکنی که بازم قسم طعام پیدا بکنی؟ عالی را بگی، قمار بزن، سود بخو، نعوذ بالله رشوت بگی، یک راه را برای خود جور کو، حتما تو بدون گناه یک قدر معاش و یک قدر پول گرفته نمیتونی. دنیای غرب امروز همین قسم دسیسه را برای ما و شما جور کرده. ما را خب این چیستا ناز پرور تربیت میکنم و شما را خب معاش دبل میده که وقتی خودشان برای باز جناب کلام طرف میری در معلمی برو چند تنخوا داری، چند معاش داری؟ نانبایار هم برای ما مفتکی چی کردن، پیسه دادن که ما این قدر تنبل شویم که صبحکی در ده بجه روان شریم طرف نانبایی، نان از نانبایی همون ترمفت بگیریم، روزی فرا برسه که نانبایی هم خواست، شاگردان خواست تا ده بجه. حالی ده بجه برو پشتی نان وجود نداره، وظیفه او طرف ناوخ شود، کم کارا نمیکنه. استعمار الله اکبر. سر ما اینقدر دسایسه شروع کرده که الله رحم بکنه. نه همت بکار است، تنبلی بکار نیست. مؤمن در حرکت میباشه، مؤمن همیشه در حرکت است. الله اکبر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اصحاب خود چی تعلیم میده؟ قمچینید که از بالا ده اسطور بودی به 70 و نفرم زیر موجود بود، از او طلب نکنی که قمچینی مرا بده، تو پایین شو قمچینی تبید. الله اکبر. پیغمبر به امت خود چه تعلیم میده؟ نفر زیر وجود داره، تو در سری اسب هستی قمچینیت میفته، میگه نه به او نگو که قمچینی مرا بده، تو تاشو قمچینی تبید. سرکی تنبل و مخته میشی، تنبل و مخته میشی. اسلام اینطور برای ما درس میده، ولی امروز در کدام سر حد رسیده؟ ها نگه بگی از دست مرا بالا کن که ما بشینم در پس شوی، اما تو راست یا نیست؟ سیاسر یک ساعت پیش برای تعام آمده کرده، بخیز 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 بخیز، هم هم او طرف کرده رایستی، نمیگی که بیا سیاسر خونجا تعام برابر میکنه، آبی سرده چای بعد ما برابر کنم. چرا که یک سیاسر بیچاره خود کلی عمر هیچ خواب نکرده. کدام میتونم این احساس داری؟ پیغمبر علیه السلام احساس داشت، امرای ازواج متحرات در کارا مکمل سهیم بود، برابر میکرد. اینی را میگه زندگی خانوادگی. باز امیتور زندگی را تو اختیار کن، باز تو بی بی کیست نفاق در بین زن و شوهر میاد، جدایی در بین زن و شوهر میاد، که هر کدام یکی از دیگه خود قربان کنه، هر کس پیش بده که خدمت ما بکنه. اونو به زندگی میگه، نه که او 3 ساعت شده باز دیگه ملاق داره، ملاق مرا هنوزم قار بکن دیگه، مرا خرس نگی تیر زمین پس شمی سبا باز ناز زده رایستی، والا بسیار توش نشدم، والا ترک دختری پدر نالت ایره تر نکنی، نکو. تو مسلمان هستی، احساس پیدا کو، از تعلیمات پیغمبری خود آگاهی پیدا کو، زندگی تا واقعا زندگی درست جور بکو. قرآن نمی تعلیم برای ما میده، ولیکن استعمار میخوا ما را دیگه قسم تربیه کنه. و اذ قلتم یا موسی، قابل یاداوری استران وقتی که گفتید شما بنی اسرائیل به موسی علیه السلام که یا موسی، لئی موسی علیه السلام لن نصبر، ما هرگز اکتفا نمی کنیم. اینجا صبر به معنای اکتفاست. علا طعام واحد، به یک نوع طعام، طعام خو زیاد بود، من سلوا خود داد، نه هم یک نواخت طعام ما اکتفا نمی کنیم. خیر چی؟ دلایشان حال تلخی را طلب داره. فدع لنا ربک، طلب کو بر ما از پروردگاری خود. میفهمه که دعای موسی علیه السلام قبول شدنی است. موسی علیه السلام زنده است، آمده برش میگه از الله خود طلب بکن. برای اسرائیل میقدر میفهمه که دهنده کیست. یخرج لنا، که بکشه بر ما مما از آن چیزایی که تنبت الارض، که میرویان از زمین، من بقلها، از ترکاری و سبزیجات، و قطاها، بادرنگ و تره، و فومها، سیر و عدسها، از نسک و دال، و بصلها، از پیاز و ملی سرخه کوی بلا.
قال موسى علیه السلام به قوم خود میگه اتستبدلون الذی، آیا شما ده بدل میگیری او چیزی را هو ادنا که خیلی مرتبه پایین داره، بالذی در مقابل او تر خوراکی که هو خیر، او سراسر خیر است، هیچ نوع شر دش دیده نمیشه. عجیب است تبدیل کردن این طعامی که یک دم خیر است نه شر، این خودش گناه است، این خودش گناه است. باز ای هوس بازی خودش گناه است. طلب طعام بد نیست. ما و شما وقتی که شوروا را پخته میکنی سلاته میگه بکن، الا مرچ بیار، الا این چیزا بکن، این چیزی خوب است. الله در وجود ما همین تقاضاها را گذاشته، همین قوت ها را الله در وجود ما گذاشته، پس این قوت ها در وجود ما وجود داره و این همین خواهشاتش است. الله چرا این را بد میگه؟ نه، الله این را بد نمیگه، الله این را بد میگه که وقت حواس بازی شروع شوه، ای وقت دنبال یک چیزا بگردیم برای پورا کردن از یا، وقت ما چی میشه؟ زایی. جهاد چی میشه؟ ترک. فقط دیگه تمام عمر پشتی چی؟ بگوی پشتی خوش ساختنی طعام بگردیم که طعام خوبی شوه و لذت بده، بس در این مصروفو مبتلا میشی. مثل در رمضان همیتور است. در رمضان چی میکنن؟ در رمضان بجای از اینکه ما بریم نماز شام با جماعت در مسجد بخوانیم و اونجا در مسجد الله نشسته باشیم، انتظار داشته باشیم که شام میشه، و مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم واری توسط چند دانه خرما روزی خود افطار بکنیم. روز که میشه از صبح که شروع میکنی که او را یکی در بازار تیر میشی که خوشید میاد، شفتالو که او را میگیری که باز هم که باز تربوز که باز خربوزه که باز چکنی و که باز پکوری، جمع کده در گردید شام بگوی 20 قسم قرار همونطور چار تخته نشسته استی، میزنی آرق میکشی باز میخیزی زود تیکده نول زده نماز میخونی. این روزه چی فایده برات کرد؟ مؤسسه هنری پیمان فیلم در نظر دارد تا برنامه های متعدد اسلامی را به شیوه استودیویی تحت نظر همین علمای کرام تولید نموده و در خدمت تمام رسانه های داخلی و نیز از طریق رسانه های اینترنتی در خدمت تمام مسلمانان جهان قرار دهد. پس در این امر خیر با ما همکار شده و زمینه تولید برنامه های اسلامی را مساعد سازید. اداره مؤسسه هنری پیمان فیلم، حمل 1392. شماره های تماس 0700-71-28-14 و همچنان 0786-170-996. سکایپ ما paimanfilm.co. در فیسبوک نیز ما را با نوشتن پیمان فیلم به فارسی دریابید. در یوتیوب فقط کافی است بنویسید پیمان فیلم. و همچنان رادیوی اینترنتی و 24 ساعته پیمان را از طریق اینترنت به شکل آنلاین فراموش نکنید. در ضمن این همه سایت اسلامی پیمان هم در خدمت شما است، www.islampayman.com. در این مسیر خیر با ما همکار باشید.